جمهوری اسلامی خبرساز تکراری و هر روزی و حتی حضور ابراهیم رئیسی در ونزوئلا که این جمله را برجسته ساخته اقتصاد محکم برای شکست دادن تحریما، تا آنجا که این جمله کشف شده ابراهیم رئیسی را خبرگزاری چین به زبان فرانسه منتشر کرده است. ابراهیم رئیسی در شرایط وضعیت آقای ترامپ سعی کرده تا آنجا به اغراق برود که خبرگزاری ایرنا مدعی شده حکومت تهران یک خدعه علیه ونزوئلا را در زمان دونالد ترامپ خنثی کرده است. در خبر دیگر در ارتباط با جمهوری اسلامی اعلام شده دیروز مقامات حکومتی در ابوظبی با نمایندگان فرانسه، بریتانیا، آلمان درباره پاره‌ای از موارد از نظر سه دولت اروپایی گفتگو کردند. از جمله تمام تلاش حکومت در این است که به تحریم‌ها پایان بدهد و این در حالی که آقای مکرون در گفتگوی تلفنی از ابراهیم رئیسی خواست از جنگ در اوکراین فاصله بگیرد. در خبرهای مربوط به ایران نکته جالب حضور شهردار تهران علیرضا زاکانی در بروکسل است. درست یا غلط نام او در فهرست تحریم‌ها قرار نداشته است. حضورش در کنفرانس شهرهای بزرگ و مشکلاتشان در نشست بروکسل، باید گفت واکنش حضور او در رسانه‌های بلژیک بدون اثر نبود. حکومتی که شهروند بلژیکی بیگناه 455 روز را برای معاوضه با یک تروریست به گروگان گرفت، بیخبر و بی‌تفاوت نمیتوانست باشد. واکنش و تظاهرات ابتدا در خود شهر بروکسل و سپس شرح ماجرا در برنامه خبری تلویزیون بلژیک. در این گزارش خواهیم دید که شهردار حتی یک زبان خارجی بلد نیست و به فارسی سخن میگوید. او میگوید چرا از حضور من تعجب میکنید؟ همه از پیشرفت‌های ما در تعجبند. من در بلژیک واکنشی در ارتباط آزادی فردی که میگویید اینجا نشنیدم. یک ظلم غیرقانونی درباره آقای اسدی شده بود و حالا آزادی این دو خانواده ها را خوشحال کرد، همینطور دو کشور را. Je n'ai entendu aucune réaction particulière en Belgique autour de la libération dont vous me parlez, mais vous savez, il y avait une injustice à l'encontre d'un Iranien, M. Assadi. Ces deux libérations ont rendu les familles heureuses et nos deux pays le sont tout autant. Azin Parvande که به شوی نمایشی شباهت دارد بگذاریم، پرونده اتمی که در خبرهای قبلی مطرح شده بود، این گونه در تلویزیون اسرائیلی ایوان کتخ مطرح شده است. تفاهم یا نه، نتانیاهو حق دارد. مانند سال 1981 در عراق و یا 2007 در سوریه، اسرائیل به محض اینکه نیاز و ضرورتی ببیند بدون مشورت با امریکا تصمیم گیری می کند. البته در پرونده ایران به کمک لوجستیکی امریکا نیاز دارد. Le président palestinien Mahmoud Abbas arrive aujourd'hui à Beijing. آقای محمود عباس روز گذشته سفر خود را به چین آغاز کرد و تا جمعه در چین حضور خواهد داشت. بعد از میانجیگری چین در عربستان و رابطه با جمهوری اسلامی، اینک گام دوم و تازه‌تر. خبرگزاری فلسطینی وفا به دیدار دو دولت مرد چینی و فلسطینی بسیار خوشبین است. جدا از ملاقات دو وزیر خارجه چین و فلسطین، شاید باور دشوار این باشد که واکنش و نقل خبرهای این سفر بیشتر از همه در رسانه‌های اسرائیلی دیده می شود. این اثری را که می بینید در شهر روشل فرانسه در غرب این کشور، دقیقاً در نشانی پلاک 3 کوچه 9 در شهر روشل قرار دارد. سازنده این اثر این شخص است. حال که از شهر روشل میگوییم، 51مین جشنواره سینمای این شهر از پایان این ماه آغاز می شود و بالاخره گریموس، اولین کتابی که سلمان رشدی در سن 28 سالگی در سال 1975 نوشته و منتشر کرده بود، حالا در فرانسه نایاب و بعد از تعطیلات تابستانی بار دیگر تجدید چاپ می شود. داستان بر اساس یک افسانه، مردی که تا ابد زنده خواهد ماند و گریموس نام دارد، پس از 7 قرن تصمیم می گیرد به زندگی خود پایان داده با مرگ ملاقات کند. اما شهرت سلمان رشدی با فتوای آیت الله خمینی برای مرگ او در سال 1981، یعنی 6 سال پس از انتشار این کتاب، اتفاق افتاد.